امروز چهلمین روز جام آخر مهدوی نیست. او برای همیشه به خواب رفت تا ملتی بیدار شد. امروز چهلمین روز بیداری ایران است. امروز چهلمین روزی است که دنیا این بیداری اساطیری را با بهت نظاره گرفت و این بیداری تا نابودی اهریمن جمهوری ننگین اسلامی و مزدورانش در سر تا سر دنیا تا روز آزادی و تا ابد ادامه دارد. عزیزان 43 سال بحث کردیم خارج از کشور که بگیم چه حکومتی برای بعد جمهوری اسلامی خوبه. 43 سال ما نشستیم از این بحثا کردیم. فعالیت انتخاباتی بود در واقع. اونا چه فعالیت انتخاباتی؟ انگار مثلا 2-3 ماه دیگه داره انتخاباتی برگزار میشه، ما داریم از حزب خودمون دفاع میکنیم، رأی جمع میکنیم، غافل از اینکه این یه فعالیت انتخاباتی تخیلی بود، نه یه فعالیت انتخاباتی واقعی. ما 43 سال فعالیت انتخاباتی تخیلی کردیم. در همون حال که داشتیم در تخیلمون فعالیت انتخاباتی میکردیم، آمار کودکان زباله کرد، آمار زنان و مردان تنفروش، زنان و مردان و حتی که به خاطر فقر تنفروشی میکردن، آمار کودکان گرسنه، آمار زندانیان، آمار خانواده‌های از هم پاشیده همینطور بیشتر شد و ما داشتیم فعالیت انتخاباتی میکردیم که برای بعد از جمهوری اسلامی چه سیستمی مناسبه. داشتیم گلوی خودمون اینجا پاره میکردیم، محیط زیست اون رو نابود کردن. الان شنیدیم که تو اصفهان زباله اتمی رفع کردن. این یه فقرش بود. اقتصادمون رو نابود کردن، ثروت ملیمون رو بردن، فرهنگمون رو نابود کردن، به ناموسمون دست درازی کردن. همین چند وقت پیش تو خیابان اون یگانه ویژه بی‌شرف نمونش این در ایام بود و ما داشتیم فعالیت انتخاباتی میکردیم. هنوز هم خیلی همون بیدار نشدید. چه روزی گذشته از این انقلاب؟ هنوز هم داریم میگیم این باشه اون نباشه، اون نیاد اون وصله به فلان جا، اون وصله به جمهوری اسلامی، این وصله به کمونیست ها، اون دیکتاتور ها. هنوز هم داریم اینا رو میگیم. چه روز گذشت دنیا فهمید تو ایران چه خبره؟ یه دار ما خارج از کشور هم نفهمیدیم. عزیزان اگر ما یک دهم این انرژی که واسه این بحثای انتخابات تخیلی مون گذاشتیم تو این 43 سال میذاشتیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، سالها قبل نظام سرنگون شده بود با هزینه کمتر، قبل از اینکه بیاد لابیا و حضوراشو پخش کنه تو دنیا و ستوناشو محکم تر کنه، میشد این انقلاب اتفاق بیافته. ما مقصریم، تمام ما که خارج از کشوری مقصریم. اون بی تفاوت که کاری با اونا ندارن. اونایی که خودشون مخالف جمهوری اسلامی میدونن در خون نیکا، در خون مهسا، در خون نوید افکاری ها، در خون جانباختگان آبان 98 ما همه ما مقصریم. چون به جای تمرکز و سرنگونی فعالیت انتخاباتی کردیم. من چپم، من پادشاهیم، من فلانم و این بود قصه ما. نشستیم اینجا نیازهای اولیه‌مون تأمینه. چه خبر داریم تو ایران چی میگذره؟ گلومونو پاره میکردیم برای هم دیگه. آه عقیده من وسط گلو پاره کردن ها میدونی چی میشد؟ یه کودک کار کنار خیابون از گرسنگی زخم کردی افتاد. وسط اون گلو پاره کردن ها میدونی چی شد؟ به ناموسمون تو زندان همون لحظه نشن دست درازی میکردن. میدونی چی شد؟ یه کودک مرد چون خانوادش اون دارو نداشتن براش بدن. میدونی چی شد؟ یه پدر اینقدر شرمنده خانواده شد
که یه روز به زندگی خودش و خانوادش خاتمه داد و ما داشتیم گلو پاره میکردیم برای حسمی که دوستش داریم. درد ما خارج نشینا از بیدردی بود، درد ما از بیدردی بود، ما درد اونا رو نمیفهمیدیم. برای همین این 43 سال سمینا تجمع بحث هر همه کافای این شهر و کل اروپای دنیا شاید این بحثا بودن. میلیون ها ساعت انرژی گلو پاره کردن صرف شد و به اینجا رسیدیم که همه اینا یک دقیقه یک ثانیه یک میلیون ها برای آزادی ایران کاری نکرد در کل این 43 سال. همه اینا بذاری شوان هموطنان، گروه های سیاسی که خودتون رو مخالف نظام میدونید، بیایید تا روز سرنگونی دست برداریم از عقاید حزبی و جناحیمون. به خدا اگه این میخواست جواب بده تو این 43 سال جواب داده بود. جوابگو نیست عزیز من، جوابگو نیست. بیایید در خط مردم ایران باشیم. خط مردم ایران الان چیه تو ایران؟ مذهبی کنار غیر مذهبی ضده اسلام تو خیابون کف خیابون داره مبارزه میکنه، پادشاهی کنار ضد پادشاهی، موافق پرچم شیر و خورشید در کنار مخالف پرچم شیر و خورشید، آتئیست در کنار جمهوری خواه، کمونیست، اینا همه دارن کنار خیابون تو وسط خیابون با جونشون بازی میکنن. این خط مردم ایران. اگر نباشی تو خط مردم، تو خط نظامی دیگه نمیتونی بگی ناآگاه بود. ناآگاه نه، 43 سال ناآگاه بودن. چه روز الان گذشته، چطور دنیا آگاه شد؟ ما خودمون ناآگاه نه عزیزم. کسی که داره بر طبل تفرقه میکوبه این روزا، کسی که همچنان میگه پادشاهی یا ضد پادشاهی، کسی که مردم رو به دو دسته پادشاهی خواهد، ضد پادشاهی خواهد، طرفداران پرچم، ضد پرچم شیر و خورشید تقسیم میکنه، اینا بدونید تو زمین نظام هن. دیگه نمیشه گفت ناآگاهانه عزیز. ناآگاه دنیا فهمید؟ مگه میشه شماها نفهمیدی؟ دنیا فهمیده چه خبره تو ایران؟ شما نفهمیدین هنوز؟ یا دوست داری فقط و عقیده دیدتونه بگی؟ اینهایی که این روزها میبینید رو حزبشون روی عقیدهشون پافشاری میکنن، تکرار میکنم عزیزان، اینهایی که توهین میکنن به عقاید دیگه، اینا تو زمین نظام هم. اگه پادشاهی هست یه جا رفتی دیدی به چپا دارن توهین میکنن، باید صدات در بیاد. اگه چپ یه جا میبینی به پادشاهی توهین میکنه، الان باید صدات در بیاد، بگو دهنه تو ببند، الان وقت سرنگونیه. 43 سال اگه میخواست جواب بده این دعوا، جواب بده. بگو اونی که توهین میکنه بدون تو زمین نظامه، دیگه نمیتونی بگی ناآگاه نیست. چه روز گذشته، چند تا بحثا باید نمیره، چند تا نکاح باید نمیره، چند تا کودک 8 سالان سرابانی توی یک شنبه تو مینیبوس تو سرویس مدرسه تیر زدن تو سرش، چند تا باید بمیره، چند تا نوید افکاری باید نمیره، چقدر باید مثل آدم کشته بدیم تا شما بفهمید حرف خط مردم ایران چیه؟ این دیگه ناآگاهی نیست، این بیشرفیه، این بیشرفیه. اگه الان میخوای رو عقیدت بایستی و یک ساعت کوتا نمیای، این بیشرفیه که حاضر نیستی تا روز آزادی عقیدت رو بذاری زمین، این بیشرفیه، این بیشرافتیه. دلیلش هم ساده است عزیزم. شما حساب کن، شما جای خانواده مهسا، جای خانواده نیکا، اگر برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت همچین بلایی سرشون بیاد، بزنن سر و صورت بچه رو له کنن، با اون وضع تحویل خانوادهش بدن،
شما چه عقیدت برات مهمه؟ شما برات مهمه چی چی یاد نیا؟ دنیا رو میخوای پاره پوره کنی؟ خدا رو بنده نیستی؟ میشی دستا؟ میخوای زمین و زمان رو هم بدوزی؟ الان همه رو باید یه طوری باشی؟ اونی که میبینی هنوز دید مردم رو دو دسته میکنه این طرفدار اون اون اصلا اینا براش دغدغه نیست. اون مرگ بر خامنه ای هم که میگه ننگ ما ننگ ما هم که میگه مهسا مهسا هم که میگه برای که پشت عقیده خودش رو بهت بگه. اون اگه براش مهم بود گفت من عقیده ما میذارم زمین تا روز سرنگونی عقیده ما میذارم زمین برای ایران مبارزه میکنم. بعد سرنگونی زمانی که جبهه آزاد شد بله میتونیم مثل احزاب تبلیغ کنیم. باید جل بگیریم در اون عقیده ای رو که خون ایرانی خون بچه ایرانی براش مهم نیست. جل باید گرفتن اون عقیده رو. همه ی عقاید اهم از پادشاهی اما از شب اما از جمهوری خواه اما از کمونیست فدای یک تارموی مهسا امینی. تمام این عقاید تمام این چهل سال جنگ و بحث و دعوا فدای یک لحظه دردی که نیکا شاه کرمی کشید تون ده روز تون زهر روز فدای یک لحظه دردی که نوید افکاری زیر شکنجه کشید فدای یک تارموی خانواده های آبان خود جان باختگان و مادران آبان فدای ایران همه این عقیده ها پاینده ایران Sen azıcık